سلام به مخاطبین عزیز برنامه مسیر تو طراحی کن. با یه اپیزود جدید در خدمت میهمان ارزشمند این قسمت هستم. طی یه سال گذشته خیلی دوست داشتم این فرصت و این شانس فراهم شد در محضر استاد عزیزم جناب دکتر رحمانی بزرگوار بنشینیم و خوشحالم که امروز این شانس رو پیدا کردیم تا به گفتگو با آقای دکتر بنشینیم. آقای دکتر رحمانی خیلی لطف فرمودید، متشکرم، افتخار دادید بابت قبول این زحمت. پیش از هر چیز خواهش میکنم یه گفتگوی اولیه رو مخاطبینمون داشته باشید و بعد صحبتمون رو با هم شروع کنیم. با نام خدا و عرض سلام و تشکر از جناب دکتر ملا از اینکه زحمت فراهم شدن این مصاحبه ها رو قبول فرمودید، متشکرم و خوشحالم و شما باعث میشید که این خاطرات زنده بمونه و ماندگار باشه. و در ابتدای صحبتم الان که در این مکان قرار گرفتم میخوام عرض کنم خدمتتون که ثمره زحمات اساتیدی بوده که من در محضرشون استفاده کردم و دوست دارم که اینجا مراحل سپاسگزاری خودم تقدیم بزرگواران بکنم. بخشت در خدمتتون هست. درود به شما آقای دکتر. من میخوام یه فلشبک بزنم به خاطرات دوره دستیاری خودم، خاطرات خوبی که بخش زیادیش آموختش به مهربانی و لطف شما آقای دکتر. در دوره رزیدنسی من شاید بخش زیادی از اون مهارتی که تو اون دوره حاصل شد به واسطه همراهی شما استاد عزیز بود. با خاطرم نمیره چهارشنبه ها و دوشنبه هایی که صبح جراحی داشتیم منظر شما، با ژورنال کلاب هایی که باز وقت میگذاشتید، انرژی میگذاشتید و با عشق و علاقه همراهی میکردید رزیدنت هاتون رو. و میدونم که چون در ارتباط نزدیک هستم با شاگردانتون، همه و همه وجه شاخص شما رو انتقال سخاوتمندانه دانشتون و مهربانی بی حدتون میدونم. به پاس اون سالیان از شما قدردانی میکنم از جانب همه دستیاران تخصصی که شما پرورش دادید و دانشجویان از که افتخار شاگردیتون رو داشتن. با این مقدمه میخوام از حضورتون خواهش بکنم از داستان مسیر خودتون بفرمایید دکتر، از اینکه چطور شد که وارد مسیر دندانپزشکی شدید. از سالها قبل برگردیم و خاطراتتون رو با هم مرور بکنیم. با اجازه شما من به گذشته سری میزنم و من متولد 1326 هستم، در فروردین 574 ساله شدم و در 1345 از دبیرستان شاهرضای مشهد دیپلم طبیعی گرفتم و در کنکور دانشگاه دندانپزشکی قبول شدم. 1351 از دندانپزشکی مشهد فارغ التحصیل شدم و میبایستی دوره سربازی رو خدمت میکرد. در اون زمان یه قسمتی از آموزش نظامی در دانشگاه انجام میشد و از مدت سربازی کوتاه میشد و طبق توافقی که بین نیروهای مسلح و وزارت علوم بخش شده بود، فارغ التحصیلای برتر میتونستن در دانشگاه به حسب نیاز دانشکده کار بکنن. البته من جز این گروه بودم و بعدها به علت تغییراتی که در سیستم به وجود آمد این قانون به طور کامل اجرا نشد. قسمتی در بیمارستان لشکر و پادگان و قسمتی جدیدتر در دانشکده انجام میشد. بعد از پایان سربازی خب به طب من علاقه داشتم که دنبال تخصصی پیگیری بکنم. مدت کوتاهی به مطبداری گذشت ولی این من رو رضایت قانع نمیشد و بعد سفری به انگلیس داشتم. ضمن آموزش زبان انگلیسی دنبال گرفتن پذیرش از دانشگاه انگلیس برای تخصص بود. در این اثنا دورای تخصصی در ایران باز شد و من به دلایل خانوادگی ترجیح دادم که دورای تخصصی پیجی رو در ایران بگذرونم و بعد برای دورای تکمیلی به امریکا برم و همین اتفاق هم افتاد. در 1358 از دانشکده شهید بهشتی در رشته پریو فارغ التحصیل شدم. تقریبا جز اولین فارغ التحصیلای دورای تخصصی بودم
و در 1361 اولین بورد پریودونتولوژی برگزار شد که من گذروندم. اون موقع من امکاناتی در تهران برام وجود داشت که در اونجا مشغول به کار بشم، چه در دانشگاه و در پرایوت، ولی من ترجیح میدادم که بیام مشهد. به دو دلیل: اولا دانشگاه مشهد دانشکده خودم بود و احتیاج داشت و اون موقع متخصص نداشت، لذا من در سال 58 در بخش پریو مشهد شروع به کار کردم و مدتی بعد دوست عزیزم آقای دکتر تمیزی از امریکا با تخصص برگشتن و مدتی بعد آقای دکتر آقاسی‌زاده دوره تخصص گذروندن و به جمع ما پیوستن و گروه پریو ما قوت شد. بعد از مدتی دورهای تخصصی در مشهد تایید شد و در رشته پریو همینجور و ما مشغول به کار شدیم. البته من خودم به شخصه کار مهمی انجام ندادم. ما یک مجموعه بودیم که انجام وظیفه می‌کردیم و من کوچکترینش بودم. درود به شما. خواهش. این دوره رو اشاره فرمودید به مسیر. می‌خوام بدونم ابتدای مسیر چی شما رو به دندانپزشکی علاقه مند کرد؟ من پدرم داروخانه داشت و ما با گروه پزشکی از بچگی سر و کار داشتیم و این بود که مورد علاقه من رشته‌های پزشکی، یکی از رشته‌های پزشکی بود من جزو دندانپزشکی و این سبب شد که من دندانپزشکی رو انتخاب کردم. البته دندانپزشکی اون موقع اونجور شناخته شده نبود که امروز واقعا جای خوبی پیدا کرد. در دوره دندانپزشکی عمومی اساتید شاخصی که حالا احساستون این هست تاثیرگذار بودن روی مسیر آینده شما، میتونید نام ببرید ازشون؟ بزرگواران یعنی که واقعا اصلا باعث تأسیس دانشگاه دندانپزشکی شدن، باید از سرکار خانم دکتر تیموتاش، مرحوم خانم دکتر تیموتاش یاد کنم که ایشون در اصل مؤسس دانشگاه بودن و بعد آقای دکتر سندوزی، آقای دکتر استاد دکتر فرشید، آقای دکتر آزرمه و سایر اساتیدی که برخی از اونها الان در حضورشون افتخار دارم من هستم دارم. ولی واقعا خانم دکتر تیموتاش در اون زمانها که واقعا دندانپزشکی خیلی ناشناخته بود، ایشون در کشور خارج و بلژیک دورهای دندانپزشکی گذرانده بودن و با عشق و علاقه این دانشجوها رو مثل بچه های خودشون دوستان دانشکده رو هم اینجوری اداره میشد. جایی میخوندم که خامتور اولین ریاست دانشکده دندانپزشکی در سطح دنیا، شاید بشه گفت اولین ریاستی هن که یه خانم ریاست دانشکده رو به عهده داشته در دندانپزشکی. خانم با شخصیت مهربان و واقعا مؤسس واقعی دانشکده بودن. آیا تو توی دوره تحصیلتون در عمومی چی شما رو گرایشتون به سمت پریودونتولوژی میل داد؟ استاد دکتر فرشید خدا رحمتشون کنه، من همیشه دعاشون میکنم، ایشون استاد جراحی بودن و استاد علم و اخلاق بودن و ما خیلی چیزا یاد گرفتیم و واقعا ایشون تسلط داشتن به ادبیات و به رشته خودشون و هیچ وابستگی به مادیات نداشتن، ایده های خاص خودشون داشتن و در پولیکوپی های ایشون اگر اون موقع ما میخوندیم کلمات خارجی کمتر به کار میرفت و این باعث شد که من به رشته جراحی علاقه‌مند بشم و ایشون هم واقعا در حد دورهای تخصصی به دانشجوی اندرگراجویت جراحی یاد میداد و ما افتخاری نداشتیم که شاگرد ایشون بودیم. باید یه چالش رو از نظر من شاید این چالش بوده تو اون مقطع، اینکه شما سال 58 به عنوان متخصص شروع کردید کار رو در شهر مشهد، شهری که خب خود جا انداختن فرهنگ درمان تخصص فکر می‌کنم یه پروسه شاید زمانبر بوده. شما اینکه درمان پریودونتولوژی رو به عنوان درمان تخصصی برای مخاطبین جا بندازید که خب خیلی با اون فضا آشنا نیستن، حتی دندانپزشکی رو شاید خیلی درمان دندانپزشکی هم در واقع تو مقطع فرهنگ درمان تخصصی رو وارد کردن بهش خیلی پروسه وقتگیری بوده، هم برای مراجعین و مخاطبینمون و هم برای همکاران دندانپزشکی که باید بپذیرن خب من این درمان اگر نمیتونم حالا از امروز ارجاع بدم به یه همکار متخصصی که تو اونیته بیشتر از من میدونه.
خاطراتی دارید از این انتقال به نوعی در واقع ترانزیشن دیگه از درمان عمومی به درمان تخصصی؟ البته همه همکاران من چه عمومی چه تخصصی مورد احترام من هستن. مرز خیلی مرز زیادی بین عمومی و تخصص نمیذارم، ولی خب اون موقع که من شروع کردم علاقه به سخنرانی داشتم، لکچرهایی در انجمن دندانپزشکی مشهد برگزار میشد که منم شرکت میکردم. دوستان با ایده های ما آشنا میشدن و از این طریق با همکارها ارتباط پیدا میکردیم و برای مریضام ابتدای کار مشکل بود. در اون 40 سال پیش واقعا راه انداختن این مسائل خیلی سخت بود و من به تدریج با حوصله این کار رو می‌کردم و شاید در روزهای اول یه ورقه کار آچار یه قسمتایی از بهداشت دانه نوشته بودم و این رو به عنوان یه چیز می‌دادم، رفرنس می‌دادم به مریض و بعد کم کم این توسعه پیدا کرد تا بعد به صورت کتاب بهداشت دهان، کتاب رنگی با اوریجینال و عکس‌های اختصاصی که خودم تهیه کرده بودم می‌دم. این چون در اون مدت کم در مطب فرصت کافی برای انتقال اطلاعات نیست به مریض و مریضم ممکنه از خاطرش بشه، ولی با نوشتن این مجموعه کوچک احساس کردم که مریض ها استقبال میکنن و اطلاع رسانی به بیماران خیلی مهم است و در جهت پیشگیری از بیماری. حالا در رشته های دیگه هم اگر این اتفاق بیفته که گاهی اوقات من کتاب های دیدم خیلی نافع خواهد. این که فرمودید باز دوباره منو برد به فضای دوره دستیاری. واقعا باید به جد بگم تو دوره تخصص بیشترین تاکید رو روی مبحث پیشگیری و آموزش بهداشت من از شما دریافت کردم. اون وسواسی که تو اون مقطع، خب من رزیدنتی که حالا شاید خود بازیگوشم بودم، گاهی اوقات به چشم سختگیری بهش نگاه میکردم و الان اینکه خودم درگیر کارم واقعا قدردانشم. میدونم که اون انتقال اون نگاه چقدر ارزش داره برای مخاطب، برای رزیدنت که بدونه وسواس باید داشته باشه برای فاز 1 درمان. اصلا تاکید رو فاز 1 درمان رو من از شما به یاد دارم تو دوره تخصص و همون سختگیری که امروز میگم قدردانش ممکنه باشم. این نوع نگاه رو خب چه در مورد مبحث پیشگیری چه در مورد مبحث استریلیزاسیون توی بخش ما شما خیلی تاکید رو زیاد دریافت میکرد. در مورد این تاکید میخوام از زبان خودتون بشنوم. میدونم که در مطب هم میدونید گاهی اوقات من در دانشگاه چیزی میگم و خودم عامل بهش در مطب خودم ممکنه نباشم، ولی شما این الگویی بود که خودتون در مطب قائل بهش بودید و در واقع متعهد بودید به انجامش و خب همین نگاه به من رزیدنت هم سعی داشتید که انتقال بدید. از اهمیتش میخوام بشنویم از شما. البته لطف دارید. من شما میدونید که بیماری های پریو و بیماری های لثه، من به مریض ها میگفتم که مثل دیابت میمونه، شما نمیتونید فراموشش کنید، نمیتونید بی توجه باشید. بیماری دیابت دائم مراقبت لازم داره و دندون و لثه هم این رو لازم داره. من به همون راحتی که انتظار داشتم دیسکلوزینگ در توی بخش استفاده بشه و این مریضام توی مطب استفاده می‌شدم و حوصله به خرج می‌دادم، کمکم دستیارم توی مطب گاهی اوقات کمکم می‌شد، بهداشت‌کارم کمک می‌شد و سعی می‌شدم که مریض رو تشویق کنم به رعایت بهداشت دهان. و خب بعد موضوع بعدی فالوآپ مریض ها بود که این ما اون موقع سعی می‌کردیم به صورت تلفنی یا به صورت فرستادن نامه به آدرسشون این مریض ها رو فالوآپ کنیم و یه کنترل بیان. تا یه مدتی این کار ادامه داشت. بعضی مریض ها استقبال می‌شدن، بعضی استقبال نمی‌شدن، ولی خب برشات ما وظیفه‌مون انجام می‌دادیم. مثال دیابت که فرمودید دایتون، من مثالی که از شما دریافت کردم و بعد 20 سال کماکان وقتی میخوام برای بیمار پریو مثال رو بگم، عینن مثال دیابت شما رو میگم، چون خیلی گویاست، کاملا ملموسه و میتونه درک بکنه که کنترل اونجا به اون معناست و اینجا هم کنترل به معنای همون مراقبت ها و مراجعات منظمه.
آیا تو توی اون مقطعی که حالا من دوره تخصص رو خدمت شما میگذروندم دوره ای بود که آموزش ایمپلنت داشت رونق میگرفت، داشت در واقع تو بخش اساتید بیشتری در واقع درگیرش میشدن و شما صرف از این که حالا این مباحث رو درگیر آموزش به دانشجویان رزیدنتون بودین، اساتید دیگر هم بعضا در کنار شما داشتن به کسب و مهارت میپرداختن. از نگاه شما به عنوان کسی که خب سالها درمان پریو رو به عنوان دیسیپلین اصلی دنبال میکرد و در حال حاضرم که کماکان میدونم درگیر کار بیمارانتون هستید، درمان ایمپلنت به عنوان یه درمانی که بازی رو تغییر داد برای خیلی از بیمارانمون بهش نگاه میکرد، از خاطراتون میخوام به من بگید در خصوص اون مقطعی که ایمپلنت وارد مطب هامون شد. من یک اشاره بکنم در اینجا، در سال 61 من با خانم دکتر رکنی ازدواج کردم که متخصص پروتزم. ازدواج فرخنده شما. و در اینجا گروه پریو و پروتز یک پیوند شدن چه پیوند محکمتری پیدا کردن. پیوند میمونی هم. و مریض هم از این پیوند بی نصیب نمیموندن. و اما از اون موقع به بعد فعالیت های آموزشی ما دوتا با هم ادامه پیدا میکرد. و من واقعا مدیون همین یاری همسرم هستم. 61 فرمودید که 61 بعد ما سعی می‌کردیم در کوچکترین بازآموزی‌ها یا دوره‌های آموزشی که داخل یا خارج شرکت کنیم. در سال 84 من یه دوره 3 ماهه در UCLA آمریکا در پیجو گذروندم. هنوز خیلی روی ایمپلنت صحبت نمی‌شد. در سال 91 ما یه فرصت مطالعاتی گرفتیم، رفتیم دانشگاه نیویورک. حالا سختی های خاص خودش داشت در شرایط اون موقع و من این شانس را پیدا کردم که یه پوزیشن استادیاری نیمه وقت در دانشگاه نیویورک پیدا کنم و از تسهیلات دانشگاه نیویورک برخوردار بشم. در اون زمان در برنامه های آموزشی ایمپلنت در دانشگاه نیویورک شرکت میکردیم، چه در بخش چه در کلاس ها، و این تحت نظر سرپرست اونجا آقای پروفسور تارنو بود که ما استفاده زیادی کردیم. از معذر استادم آقای اساتید ارجمندم آقای دکتر عدالت و آقای دکتر فهمیده افشار مهاجر استفاده زیادی کردم و این دورهای آموزشی ایمپلنت رو اونجا ما گذروندیم حدود نزدیک به 1 سال. از امریکا که مراجعه کردیم در ایران به مشهد اومدم، اولین جراحی ایمپلنت رو در دانشکده با استفاده از یه طرح تحقیقاتی دانشگاه انجام دادم و مورد استقبال قرار گرفت. در چه سالی بود حضور زنداری؟ 1991 که از امریکا برگشت، 1992. و بعد ایمپلنت، اون موقع ایمپلنت های پیچی نبود، ایمپلنت های پرسفیت بود. ما از IMG قدیمی شروع کردیم. حالا من یه دوره کوتاهی در آلمان در کارخانه IMG این دوره رو دیده بودم و بعضی از این ایمپلنت ها که اون موقع من گذاشتم چه در دانشکده چه در مطبم، بعد از نزدیک 27-8 سال هنوز اگر اکس‌ریش رو به شما نشون بدم بنلاس کم داشته، با اینکه اصلا خیلی کوتینگ خوبی نداشت نسبت به ایمپلنت های فعلی. و بعد خب دوستان دیگه همراهی کردن و این ایمپلنتولوژی رایج شد و الان خوشحالیم که فارغ التحصیلای جوان ما، واقعا من باعث افتخار منه که جزء اساتید برتر شدن و باعث افتخار هستن، همه در سطوح مختلف استاد تمام شدن و باعث خوشحالی و افتخاره و بهتر از من این کارا رو انجام میدن. این پیشرو بودن تو اون هیته خب سالهای سال همینطوری تو بقیه هیته ها ادامه پیدا کرد. من خاطرم نمیره شما رو همیشه حتی تو سالهای اخیر هر جایی که فضایی بوده برای اینکه یک کورسی برگزار بشده، حضوری بوده یا برنامه آموزشی بوده، شما رو همیشه همراه دیدم و همیشه جستجوگر دیدم و دنبال در واقع کسب دانش بیشتر دیدم. این روحیه ای هست که برای هممون خیلی کمک کننده است و خیلی خوبه که با این روحیه با حرفمون مواجه بشیم، همیشه در انتظار بهبود باشیم، در انتظار رشد و در واقع دریافت آموزشی بیشتر باشیم و این روحیه رو شما با رفتار عملیتون خیلی خوب به دانشجویان رزیدنتتون منتقل فرمودید. این خاطریه که حالا از شما و خانم رکن عزیز دارم
خانم دکتر رکنی و شما رو همیشه به عنوان دو تا همراه با هم می‌بینیم. اتفاقا یه جایی اگر تنها می‌بینیمتون با جای تعجب دارید. خب عزیزم ممنونم. یه اتفاق دیگه که افتاد در سال 2001 ما یه فرصت مطالعاتی گرفتیم با هم رفتیم دانشگاه تورنتو. یه فلوشیپ تحقیقاتی من اونجا از بخش ایمپلنتولوژی اونجا گرفتم و حدود 9 ماه یک سال طول کشید. در اونجا استاد اونجا رئیس بخش تحقیقات ایمپلنت خیلی استاد برجیده و مهربانی بود و یک پروژه تحقیقاتی پرهزینه رو در اختیار من گذاشت و دانشگاه تورنتو قسمت انیمال هاوسشون و مرکز حیواناتشون یه بخش خیلی بزرگ خیلی عظیم با تعدادی دامپزشک و پرسنل ورزیده و مراقبت‌های وحشتناک دقیق بود که ما در اونجا یه پروژه تحقیقاتی روی 30 تا خرگوش انجام دادیم روی سینوس خرگوش و یک فرم مطالعاتی روی سینوس خرگوش ابداع کردیم به اولین بار برای مطالعات آینده. ضمن این کار ایمپلنت هایی که دانشگاه تورنتو ساخته بود از روش اوسوتوم تکنیک در سینوس و خرگوش کار می‌ذاشتیم و این دو گروه بودن، گروه کنترل و گروه تست و بعد در یک گروه بایوس به کار می‌بردیم، در یک گروه بدون بایوس و نتیجه مطالعات با مطالعات لابراتواری و الکترومیکروسکوپ نشون داد که تفاوت سیگنیفیکانتی از نظر استخوان‌سازی در اطراف اون ایمپلنت خاص وجود نداشت. ولی جالب بود که این سینوس خرگوش خیلی سینوس ظریف و مخاط خیلی ظریف و ایمپلنتی هم که ساخته بودن مخصوص این کار خیلی ظریف بود و استاد خیلی استاد برجیده بود. روز اولی که من رفتم بخش با من 5 دقیقه مصاحبه کرد، سابقه تحقیقاتی من رو گرفت و احساس کرد که میتونه این پروژه رو به من بده و احساس کرد که دست کار کرده میخواد که این پرفوریشن ایجاد نشه یا کم ایجاد بشه و این ضمناً روی ایمپلنت های کوتاه مطالعه کردیم و منجر به پابلیش چند مقاله شد که ارزشمند. و این یکی از نکاتی که اینجا بایستی یادآوری کنم. من اعتقاد دارم که هر کاری رو ما میخوایم شروع کنیم باید اطلاعات کافی در اون مورد پیدا بکنیم بعد شروع کنیم. ما حداقل یک سال روی ایمپلنت مطالعه میشدیم حداقل تا بعد تونستیم اولین ایمپلنت رو شروع بکنیم. تو پرکتیس شما آقای دکتر، شما و خانمتون خب همیشه همراه با هم پرکتیس رو پیش بردید، این همکاری دراز مدت آیا از شما پروتزیست خوب بمکنم ساخته شده باشه تا باید و همینطور از خانم رکنی یه پرودنتیست خوب، این انتقال دیدگاه چطور تو مطبتون اتفاق میفته؟ بیماران چطور درمانهاشون انجام میگیره توی پرکتیس مشترک شما؟ قسمت جراحی رو من انجام میدم. خیلی وقتا غالبا خانم دکتر رکنی در موقع جراحی نظارت داره بر اینسرشن ایمپلنت از نظر پروتزیس. این کانسپت پروستاتیک درایون این به نظر من خیلی کانسپت درستی و اگر از همون موقع شروع ایمپلنت به خوبی گذاشته نشه پروتزیس دچار اشکالات فراوانی میشه و خب اینجا ما شانس این رو داریم که این همکاری به ما کمک میکنه که کار بهتری انجام بدیم و در نتیجه برای مریض هم بهتر خواهد شد. به طب من هم یه مقدار از چیزهای مسائل اوکلوژن و مسائل پروتزی آگاه میشم. خانم دکتر رکنی هم همیشه همراه من بوده، حتی در این پروژه سینوس عید من بود، دستیار من بود، تمام مدت این جراحی سینوس انجام شد. متخصص سینوسی شدم. بسیار خیلی متشکر از انتقال این بخش. تو بخش دوم گفتگو میخوام بپردازیم به فضای مطب و مقایسه‌ای داشته باشیم با شرایط مطب الان و حالا به طور مثال سالها قبل. یه استراحت کوتاه داشته باشیم و دوباره به بحث برگردیم.
استاد میخوام فضای کار پرایویتتون رو برامون ترسیم بکنید. مطب رو از چه سالی شروع کردید و خب میخوام فعالیت اون سالها رو بعد یه مقایسه داشته باشیم با فعالیت مطب در سالهای حاضر. میخوام مقایسه بکنیم استارت یه پرکتیس رو تو اون سالها اگر یه دندانپزشک میخواد بزنه با چه شرایطی مواجه بود؟ در سال 51 که من درسم تموم شد و دوره سربازی رو میگذروندم قانونا اجازه مطب داشتم، من افسر وظیفه بودم، در مشهد هم بودم، بنابراین مطب قانونی میتونستم داشته باشم که مطب رو از اونجا شروع کردم. البته مطب اجاره‌ای بود ولی خب از همون روز اول سعی کرده بودم که مطب تمیزی داشته باشم. حالا مسئله شیکیش و اینها زیاد مهم نیست ولی مطب تمیز باشه. و بعد اون موقع واقعا تسهیلات زیادی فراهم بود، کمپانی های مختلفی بودن که تجهیزات رو خیلی به صورت اقساط میتونستن در اختیار فارغ التحصیل رو بذارن و ما از این طریق یونیت رو تشکیلات گرفتیم و تقریبا بدون مشکل مطب رو شروع کردیم. کم کم ادامه پیدا کرد و بعد از این 15 سال که گذشت من به فکر این افتادم که یه جایی برای مطبم خودم تهیه کنم و بسازم. این بود که مطب فعلی رو تهیه کردم و حدود تقریبا 20 سال هستش که این مطب رو با طراحی که خودم داشتم تو ذهنم و تجربه‌ای که داشتم به کمک آرشیتکتمون پیاده کردیم و الان داریم استفاده می‌کنیم. البته الان شرایط مشکل شده، امکانات کمه، هزینه ها بالا رفته، درآمد ها با هزینه ها نمی‌خونه و خب فارغ التحصیل های جدید به تبع خیلی مشکل دارن برای تأسیس مطب. اون چیزی که تو مطب ما به کار می‌گیریم، مهارتایی که به کار می‌گیریم تو تعامل با بیمارانمون، شاید بهتر باشه اینجا سوال بپرسم. از نظر شما اگر دو یا سه مهارت به خصوص رو بخواید اشاره بکنید که به یه دندانپزشک کمک میکنه یه مطب موفق رو اداره بکنه، اون مهارت چی هست؟ تو مطب چه مهارتهایی بیشتر به دندانپزشک کمک میکنه که بتونه یه پرکتیس موفق رو روش بده؟ رابطه پزشک با مریض یه رابطه عاطفی باید باشه. مریض احساس کنه که این پزشک درک میکنه مریض رو، بیماریش براش مهمه و تلاش میکنه که این بیماری رو بتونه معالجه بکنه. بنابراین یکی از مهماست و رعایت مسائل اخلاقی به نظر من توی پزشکی باید مورد توجه قرار بگیره. بالا بردن اطلاعات علمی، ارتقای کیفیت علمی، اینا همه مؤثرن در بهبود درمان بیماران و باید حوصله داشت و مادیات را قسمت اول قضیه قرار نداد. به نوعی در واقع بحث مالی خود به خود در پیروی اون دوتا اصل اول اتفاق میفته و در واقع اگر اون تعلق خاطر شکل بگیره در بیمار نسبت به درمانگرش، قاعدتا انتظار اینه که به تبع به شکل معمول موفقیت مالی هم حاصل بشه. همینطوره؟ دندان پزشک یا پزشک مریض را باید مثل نزدیکان خودش حس کنه. کاری رو که برای نزدیکان خودتون روا نمیدارید برای مریض هم نباید روا بدارید. بنابراین این مسئله باید توجه بشه و اگر به این نکات توجه بشه و توکل به خداوند بکنیم حتما خدا کمکمون میکنه، هم مریضامون راضی خواهند بود هم خود. آیا تا دوره خدمتتون در دانشگاه، دوره‌ای که خب با عشق و علاقه به تدریس پرداختید، اگه بخواد یه مقطعی رو بگید که حالا من اینجوری میخوام بگم، تو چه مقطعی حضور در دانشگاه، حالا اگر مقطعی بود که استرس بیشتری رو تحمل کرد اون فضا یا اگر در واقع چالش بزرگی تو دوره آموزشتون باهاش مواجه شدید تو دوره دانشگاه، مقطعی هست بهتون بهش اشاره کنید؟
ما خوشبختانه دوستان و همکاران خیلی خوبی داشتیم، بنابراین چالش پیدا نمی کردیم و با همکاری دوست عزیزم و راهنمای آقای دکتر تمیزی، آقای دکتر آقاسی‌زاده و سایر همکاران جوانتر همیشه خوب بودیم. این ارتباط دوستانه رو همیشه نمود داشته، یعنی برخلاف شاید بعضی از بخش ها این تقابل آرا و اون تجربه آرا شاید نمود پیدا میکرد، ولی تو بخش پریو این رابطه دوستانه رو همیشه دانشجویان شما دریافت میکردن. این همراهی شما ستا استاد معظم آیت تمیزی، شما و جامعه آقاسی‌زاده همیشه منشأ اثر مثبت بود برامون و خب تسری پیدا میکرد، بقیه اساتید هم قطعا پیروی داشتن از اون نوع نگاه. توی این سالها مقاطعی که درگیر کار آموزش عمومی بودید و مقاطعی که درگیر کار آموزش تخصصی بودید، جنس این دوتا آموزش با هم چه فرقی میکنه از نگاه شما های دکتر؟ در بخش عمومی خب به طب ما سعی میشدیم واقعا نیازهای دندانپزشکی عمومی رو در درس هامون برآورده بکنیم، تذکر بدیم و در بخش تخصصی هم به طب احتیاج مدار ریزبینی های بیشتری بود که در قسمت تخصصی اعمال میشد و یکی از نکاتی که برای من خیلی مهم هست به خصوص در بخش تخصصی اینه که وقتی در یه رشته فارغ التحصیل میشیم، متخصص میشیم، فقط از اون زاویه به مطلب نگاه نکنید. یه دندان پزشک یا یک پزشک باید اشراف به تمام مسائل دیگه داشته باشه، در اون رشته خودش تخصص داره ولی یه اطلاعات کافی داشته باشه از رشته دیگه. و من تصور میکنم اگر فارغ التحصیلان دندان پزشکی حداقل یه سال در یه جای عمومی کار بکنن، یه کمی تجربیات بیشتری پیدا کنن، بعد برن یه رشته تخصص رو انتخاب کنن، شاید بهتر باشه که هم اون علاقه خودشون رو بتونن پیدا کنن و همیشه یه مدار با مسائل مختلف بتونن این ارتباط بدن. و اگر ما صرفاً یه مریض رو از دید فقط پریو نگاه کنیم و جوانبش یا اصلا مسائل دیگه توجه نکنیم، اصلا درمان ما ممکن ناقص باشه. این نگاه مولتی دیسیپلینری رو توی پریو ما خب اصلا جزء پروسه آموزشمون دریافت می‌کردیم، چون به حال تو فازبندی درمان معمولا ما با یه نگاه درمان پریو به بقیه درمان‌ها ترجمه می‌کنیم که حالا هر درمان چه جایگاهی داره. شاید تو بعضی از رشته‌ها این نگاه رو کمتر هم انتقال پیدا می‌کنه و خب خیلی مهمه این که بیمار رو به عنوان یه کل بهش نگاه بکنی که بدونی طرح درمان کوچکی که الان داری کجای این کل بناست قرار بگیره و اون استپا چطور باید برنامه‌ریزی بشه تا نهایتاً بیمار بتونه نتیجه بهتری رو دریافت بکنه. اون نگاه جامع انتقالش که فهمودید حاصل اون تجربه است و باز هم تو کار پرکتیس عمومی معمولاً کمک میکنه با یه دید بهتری بیمار رو به عنوان کل بهش نگاه بکنه. ولی در انتخاب بین تخصص و عمومی از نظر شما چه معیارهایی ممکنه کمک بکنه به تصمیم؟ دندان پزشک امروز سوالش این است که آیا تخصص کماکان مثل سابق برای من ارزشمند هست یا نه؟ از نظر شما دوره تخصصی چی به دندان پزشک هدیه میده که هنوز هم ورود بهش رو از نظر شما معنیدار کنه یا ارزشمند کنه؟ ببینید وقتی آدم میخواد تصمیم بگیره به دوره تخصصی، به خصوص اگر مشغول به کار بوده باشه و مطبی داشته باشه و درآمدی داشته باشه، یه خود کندن از این مطب و رفتن دنبال تخصص کار مشکلیه. ولی در عقیده من اگر یک کمی آدم بتونه در زندگیش برنامه ریزی بکنه، روی برنامه حرکت بکنه، از همون اول فارغ التحصیلیش با برنامه حرکت بکنه و یک خود تعامل بکنه، از روی برنامه این اجرا بکنه و تخصصش بتونه بگیره، به تب در دراز مدت کار راحتری خواهد داشت. این تو توی حالا پرکتیس خودتون، من میخوام از زمان شما باز روایت شما رو در واقع دریافت بکنیم.
ما توی دوره تخصص خب مهارتایی رو کسب می‌کنیم الان در محیط دانشگاه. توی فضای واقعی وقتی وارد میشیم، خب اون چی که دریافت کردیم و اون چی که امروز در مواجهه با بیمار براش انجام بدیم یه مقدار با هم ممکنه گپ رو داشته باشه که خب الان دوره‌های مهارتی خیلی کمک می‌کنه این گپ پر شه. مثال میگم، من در دوره تخصص خودم شاید خب مقطعی بود که هنوز ایمپلانت خیلی پرشمار کار نمیشد. خب این مهارتی بود که بیرون در مطب یا با دیدن دست همکاران یا با سعی و خطا یا با حضور در دوره‌های مختلف سعی شد که جبران بشه این گپ. دوره‌های مهارتی خب الان یه مسیر موازی هست برای کسی که میخواد مهارت خودش رو به روز نگه داره و سینک شه با تغییرات. برای دندان پزشک عمومی آموزش مهارت‌های زیبایی، مهارت‌های ایمپلنت، هر کدوم به حال گین خودش رو داره. برای همکار متخصص هم همینطور. ما آموزشی که در دوره تخصص می‌گیریم، خب سال‌ها بعد تو مطب بناست که آپدیت شده باشه و اون رو خب معمولاً تو دوره‌های مهارتی بیرون داریم دریافت می‌کنیم. این دوره مهارتی خب برای دندان پزشک عمومی گاهی اوقات موازی است با مسیر تخصص. در واقع به این فکر میکنه من وارد مسیر تخصص بشوم یا برم و این مهارت رو تو دوره های مهارتی دریافت بکنم. معیار انتخاب رو در واقع میخوام بدونم چی از نظر شما. من دندان پزشک کی ممکنه مسیر تخصص مناسبم باشه؟ کی ممکنه از یه مسیر کورس کوتاه مدت و کاربردی بتونم همون مهارت رو دریافت بکنم؟ و خروجی این دو تا مسیر چه فرقی میکنن نگاه شما؟ ببینید، به نظر من دوره‌های مهارتی که وجود داره دو قسمت هستن. بعضیاش بیشتر جنبه تجاری داره و شاید خیلی نافع نباشه و کافی نباشه، ولی دوره‌هایی که تایید شده است و یه سیستم درستی تایید شده است توسط دانشگاه‌ها نظارت میشه یا اجرا میشه، به نظر من چه برای عمومی چه برای تخصص تخصصی میتونه کمک بکنه. و این اینجور نباید باشه که صرفاً به دلیل دوره‌های کوتاه مدتی که برگزار میشه، حالا چه یک دندانپزشک عمومی چه یک دندانپزشک متخصص، بیاد دوره کوتاهی ببینه و شروع کنه به کار تخصصی که عوارضی داره. مثلا ارتودونسی در چند ماه، خب این ارتودونسی اونایی که چند سال ارتودونسی خوندن در چند ماه نمیتونن این کار رو انجام بدن. چطوری میشه ارتودونسی رو در چند ماه؟ میدونی به اشکالات برخورد میکنه. بنابراین در رشته عمومی هم میشه آدم پرکتیس محدود به چند رشته بکنه و در اون قسمت ورزی داره، مثلا استتیک، مثلا زیبایی، مثلا ترمیمی، مثلا نمیدونم ایمپلنت، یا برخواد در اون رشته ها آموزش بیشتری ببینه و اطلاعات رو بتونه کامل بکنه. این به نظر من تفاوتی است که بین تخصصی و این که واقعا در اون موقع ایمپلنت نبوده. خب حتی این در امریکا هم صادق بود. خیلی از دندانپزشکای امریکایی که دندانپزشکای خوبی بودن، دانشگاه نیویورک یه موقعی مجبور شد برای دکترای قدیمی خودش کورس ایمپلنت بذاره، چون ندیده بودن. اما میخواستم مثلا آشنا بشم و بتونم اداره کنم. آیتور، همیشه برنامه های علمی رو شرکت میکردی، سفرهای متعدد رو برنامه‌ریزی میکردید برای انتقال اون دانش و مهارت و انتقالش خیلی اوقات از خارج از کشور به اینجا به رزیدنت های خودتون. خب کووید این شرایط رو توی این دو سال گذشته خیلی تغییر داده، خیلی محدودترمون کرده. انتقال این دانش رو هم از مکانیزم های معمولی که استفاده میکردی محدودتر کرده. امروز چطور به روز نگه میدارن استاد رحمانی دانش خودشون رو در رشته تخصصیشون؟ از چه منابعی امروز کمک میگیریم برای اینکه اون حس رضایت کماکان ایجاد شه و باقی بمونه؟ البته من سالها، شاید بیش از 30 سال عضو آکادمی پریو امریکا بودم و برای من نشریاتش میامد آنلاین، من میتونستم ارتباط برقرار کنم. در کنگره های پریو امریکا یا کنگره های یوروپریوی اروپا شرکت میکردیم و این دو سال یه خود کار مشکل تر شده. بعضی برنامه های آنلاین که برگزار میشه از اونها استفاده میکنیم و تماس هایی که داریم آنلاین با
با انجمن های مختلف از این طریق هم تامین میشه. برای حالا دانشجویانی که الان درگیر کار تحصیل هستن، خب این مقطع کووید مقطع خیلی محدود کننده بود، کیسای کمتر، حضور در کلینیک خیلی کمتر بود، خیلی از بخشا رو ممکنه در بعضی از دانشگاه‌ها حتی بیماری رو دانشجویان اون ندیدن و خب به حال مسیر تحصیل هم نمیشه تعطیلش کرد، داره فارغ التحصیل میشه همکارم. برای اون همکار چه مسیر رو پیشنهاد میدی؟ برای اینکه من کار کلینیکی کمتری رو فرصت داشتم که انجام بدم، ولی به حال الانم دارم فارغ التحصیل میشم و فردا بناست که مواجه باشم با بیمارم در کلینیک، در مطب. من فکر میکنم اوضاع و احوال کرونا که اجازه بده بایستی یه مقدار هم کادر آموزشی هم دانشجو کمربندها رو صفر ببندن و یه دوره فوق‌العاده‌ای مثلا کوتاه مدتی گذاشته بشه که دانشجو بتونن این کمبود رو، قسمتی از این کمبود رو روی در کلینیک بتونن جبران کنن. این مسیر رو حالا با تجربه کار آموزشی که داشتید، اگه شما این اختیار رو می‌داشتید در دانشکده که می‌دونید همیشه این کسب مهارت عملی در بخش‌های چالش بوده دیگه، حالا بعضی از مهارت‌ها رو در مدت مثلا محدود دانشکده نمیشه آموزش داد، فضای کار پرکتیکال و فضای کار کلینیکی هم خب تو دانشکده فضای محدوده، اگه شما این اختیار رو می‌داشتید برای دوره دندانپزشکی عمومی تغییر بدید شرایط پارتای عملی رو، الگویی هست که الان تو ذهنتون باشه؟ ما در دانشکده خب بخشامون ماجلامون تقسیم میشد به پارتای مختلفی که مثلا میامدیم 20 روز در بخش پریوم مهارت رو دریافت میکردیم، حالا 3 تا پریو عملی داشتیم به طور مثال که میامدیم توی 4 تا پارت، 3 تا پارت یا 4 تا پارت عملی اون مهارت پریو رو دریافت میکردیم. آیا دوره درگیریتون تو کار آموزش مسیر دیگری رو میتونید پیشنهاد بدید الان برای اینکه این مهارت عملی بهتر یا موثرتر انتقال پیدا بکنه به دانشجو؟ از تعطیلات طولانی مدت که دانشکده داشته ممکنه کمتر بکنن و یه مقدار این از این فرصت استفاده بشه برای این کمبودها. من فکر می‌کنم البته باید یک گروه کارشناسی بکنن این راه حل‌های دقیق‌تر رو ارزیابی کنن و راه‌های عملی رو بتونن پیدا کنن، ولی به نظر من خیلی اگه ساده بخوام بگم شاید بشه یکی از این تجربیات اگه کم کم بشه در فرصت مناسبی مدار این کمی جبران بشه. این الگو که بیمار تو بخش‌های مختلف بیاد و یه درمان منفرد رو بگیره یا اینکه بره وارد مسیر درمان جامعه شه و مثلا یه کیس رو من دندانپزشک از 0 تا 100 تو ز تمام درمان‌هاشو بتونم پیش ببرم، شاید مثلا فرصتیه که بیشتر اون نگاه جامعه رو یا اون نگاه مولتی دیسیپلینری رو بتونه انتقال بده. حالا نگاه شخصی میگم، شاید این که من بیام تو بخش اندو و به طور مشخص اندو یک یا دو دندان رو انجام بدم و بعد این درمان رو تو دل درمانای بزرگتر بیمارم نبینم، خب این ایراد هست. ما درمان جامعه رو الان فقط در ترمای آخر معمولا یک یا دو بیمار رو دندانپزشک دانشجو دریافت میکنه که کل درمانش رو بناست با هم پیش ببره. فکر میکنم این تغییر نوع مواجه با بیمارانمون میتونه مثبت باشه، سازنده باشه؟ این به نظر من خیلی مفیده، حتی اگه زمانش بیشتر بکنن و یک دانشجو بتونه یک مریض رو همه یک قسمت های کارش رو خودش ارزیابی کنه و از ببینه و درمان کنه، خیلی به نظر من نافع هستش و بهتر در سال آخر این بهش توجه بیشتری بشه. بسیار. تو الان چند روز در هفته درگیر پرکتیس شخصی هستی؟ الان با این توجه به این وضع کرونا در حال حاضر که مطب من تعطیله، ولی هفته دو سه روز به طور محدود با رعایت احتیاط خب کار میکنم. درمان محبوب آیت رحمانی تو مطب چیه؟ درمانی؟ چه درمانی رو محبوب‌تره براتون؟ بیشتر دوست داری؟ جراحی فلاپ رو، کار پلاستیک سرجری رو، کار ایمپلنت رو؟ هر کاری رو که بهتر برای مریض بتونم انجام بده برای من. هر مریضی احتیاج خاصی داره. ما مریض رو مطابق نیازش باید درمان کنیم. نه مطابق این کتابی که کتاب نمی‌خوام برای مریض پیاده بکنم. مریض
یه مریضی پلاستیک سرجری لازم داره و من یک اعتقادی که دارم ما وظیفمون حفظ دندان‌ها و سلامت پریودانشون تا اونجایی که میتونیم بایستی از همون اورال هایجین به اتاش دهان شروع کنیم و کار پریو و بقیه قسمت ها. یعنی که امروزه خیلی رایج شده، گرایش های خیلی زیادی به جایگزینی با ایمپلنت پیدا کرده. به نظر من تا جایی که میشه دندون رو باید حفظ کرد و گزینه آخر گزینه ایمپلنت باشه. یعنی که برای من جراحی پریو یا جراحی ایمپلنت هر دوتاش هم جالبه، اون به جای خودش، این هم به جای خودش. و من از مریضام هنوز با این همه گذشته سال استفاده میگیرم و نمیدونم این استعداد چی خواهم دید، ولی خیلی جالبه که یه سازماندهی داشتم در گذشته و بعد از 30 سال استعدادهای گرفته شده رو آمدم پدوه هم گذاشتم و مقایسه کردم و روند مثلا بهبود بافت نرم رو در یک فیوژن دوال گراف من بعد از 30 سال مقایسه کردم و برای خود من جالب بود و تنها دندونای باقی مونده بودن تو دهن چک گرفت شده بود. علاوه این کانسپت هایی میگن که لثه کراتینز اونقدر اهمیت نداره، لثه چسبنده اونقدر اهمیت نداره، ولی این چیزی بود که من دریافت میکنم. این داده بزرگی که تو مطب بعد از دیدن کیس های پرشمار آدم دریافت میکنه، خب یه بخششون نگرشیه که درونی خودتون دارید، این کانسپتی که به دست آوردید بعد از چند دهه پرکتیس در مواجهه با بیمار میتونید پیش بینی بکنید شاید سالها بعد اون بیمار رو. این نگاهیه که معمولا انتقال پیدا میکنه وقتی کیس های متعدد و بیماران متعدد رو درمان میکنید. اما اون داده‌ای که در مطب هست، حالا اشاره فرمودید به اسلاید ها، این داده‌ای که خب خیلی ازش میشه دریافتای زیادی رو داشت، اگر مثلا کیس های اف جی جی سالیان رو بشه مقایسه داشت با هم، واقعا خب میدونیم چه اطلاعات ارزشمندی تو دل کیس ها و اسلاید هاست. برنامه‌ریزی داشتید برای اینکه بشه از دل اینا داده‌ای رو به دست آورد؟ گاهی اوقات وقتی آدم برمیگرده به کارهایی که در گذشته کرده و الان خیلی تغییر کرده درمان. قبل از ایمپلنت ما یه دندونی که فورکشن اینوالومنت داشت درجه سه یا یه همچین چیزی ما همیسکشن میکردیم و فوسفور درست میکردیم، حفظ میکردیم و یه بریج درست میکردیم و این استایده ها هنوز هست که مال مثلا 30 سال پیشه، 40 سال پیشه و الان با این کانسپت های جدید و وجود ایمپلنت، اونم با توجه به اینکه اگر این دندون قابل نگهداری نباشه نباید یه خودی هم یه دندونی رو با قهرمان بازی مثلا بخواد ازم نگهداری، ولی بایستی وظیفه ما حفظ دندون ها در درجه اول است و ایمپلنت کنه. نکنه یه وقتی مسائل مالی تحت درمان ما رو سوق بده به طرف گرایش های دیگه که این نباید حاکم باشه برمان. کاش حالا باز تو قلبه نمیدونم، شاید پایان‌نامه، شاید یه پروژه تحقیقاتی بشه از دل داده ها و عکس ها اطلاعات بیشتری رو به دست آورد و حالا بشه در واقع برد به سمت اینکه یه اینسایت جدیدی رو دریافت بکنه آدم از دل کیس های خودش. میدونیم این دیدن کیسا خودش بزرگترین معلمه، یعنی واقعا دیدن عکس های قبل و بعد درمان برای خود ما پردنسایی که معمولا درگیر کار جراحی هستیم خودش کلی در واقع بینش جدید بهمون منتقل میکنه و شاید خیلی وقت اصلاح میکنه اپروچ درمانمون رو، صرفا دیدن عکس های درمان خودمون. اون اسلایدها رو حالا اگر باز زمانی فرصتی فراهم شد برای اینکه جور بشید استفاده بکنیم خیلی خیلی باز خوشحالیه. ما تا از استاد قول گرفتم که بتونیم مطبشون یه تایمی حاضر بشیم، از پرکتیسشون، از چیدمانی که خب چند دهه قبل برای مطب انجام دادن، 20 سال قبل برای مطب انجام دادن، بتونیم اطلاعاتی رو دریافت بکنیم و شاید انتقالش به مخاطبان خیلی ارزشمند باشه. ایتر در حال تقریبا بخش پایانی گفتگو می‌خوام این سوالو مطرح بکنم.
وقتی فضای رقابت برای همکاران جدید یه مقداری با چالش بیشتر همراست، خب معمولا دوست دارن همکاران به نوعی پرکتیشون بتونن رشد بدن، از امکانات در دسترسی که امروزه برقرار هست بتونن کمک بگیرن بر اطلاع رسانی درمانهاشون، به طور خاص فضای مجازی رو یا تبلیغات در دندان پزشکی رو ازش کمک بگیرن برای رشد پرکتیسشون. نگاه شما به تبلیغات در دندان پزشکی رو میخوام بدونیم. مثلا تبلیغات گمراه کننده نباید باشه. حالا دندان پزشک جوان یا متخصص فرق نمیکنه. تبلیغات درست، اطلاع رسانی درست به نظر من اشکال نداره، ولی بعضی تبلیغات اغراق‌آمیز به نظر من گمراه کننده است و به جایی هم نخواهد رسید. اینه که استاد میفرمودن که دکتر شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، و واقعا بایستی همون مسائل رو بایست آراسته به فضائل علمی و اخلاقی باشیم، هم علمون رو ارتقا بدیم هم مسائل اخلاقی رو. من به همکارای جوانترم چه عمومی چه متخصص احترام قائلم. گاهی اوقات ممکنه پیش بیاد مریضی از همکاری مراجعه بکنه، هیچ موقع نبایستی اون مریض در مقابل اون مریض اون همکار رو مثلا ایرادی بهش بگی وارد کنیم. با نهایت علاقه و به درستی برخورد کنیم که مریض از این ناراحت نشه، از این اتفاقی که افتاده، و این احترام گذاشتن به همکاران به نظر من توی مطب ضروری. درود به شما. آیا تو در پایان گفتگو از میخوام خواهش بکنم اگر پیامی دارید برای همکارانمون، برای همکاران پرزنتیست یا برای دانشجویان خودتون، در پایان گفتگو موضوع اصفه میکنی شنیدنش برای مخاطبین اون سودمند باشه، از زبان شما بشنم. از همکارای جوانتر من میخوام که ارتقای علمیشون انجام بدن، مسائل اخلاقی رو رعایت بکنن و توکل به خدا داشته باشن حتما مشکلاتشون حل میشه. و با یه سخنی از پاستور صحبتام تموم میکنم که هنگامی که به پایان تلاش‌های ما میرسیم بایستی بتوانیم بگوییم که من هر اون چیزی که در توان داشتم انجام دادم و دریغ نکنم. بسیار شکرم که از محضر شما کسب دانش کردم، کسب تجربه کردم، و خدمتتون میگم که از نگاه من شما هر چه در توان داشتید برای دانشجویانتون خرج کردید، صرف کردید. من اون چیزی که خواسته خودم بود نتونستم اجرا کنم، چون همیشه ایدئال فکر میکردم، و ولی متاسفانه تمام خواسته های خودم رو نتونستم جامعه عمل بپوشونم، ولی به هر صورت سعی خودم رو کردم. امیدوارم که برای شما هم موفق باشید، شما اینجا هستید و باعث افتخار ما هستید. درود به شما. برای شما و خانم رکنی عزیز آرزوی صحت سلامت دارم و امیدواریم همیشه با لب خندان شما دو تا عزیز و بزرگوار رو با هم ببینیم. از این همه روابط عمومی خوب که به خودتون زحمت میدید با این همه پرسنل و طی راه‌های طولانی و با دوستان ارتباط برقرار می‌کنید، واقعا جای قدردانی. فرصت مغتنمی بوده برای خود من همنشینی با مثل شما و صحبتی. تجربه خیلی ارزشمندی تو هم یک سال کسب کردم از تک تک میهمانان گرامیمون، و برای بچه‌ها هم همینطور، برای همشون این برنامه و این با گفتگوها همیشه همراه با بهبود بوده و یادگیری. باعث افتخار بود هم صحبتی با شما استاد، باز هم خیلی خیلی تشکر میکنم حضورش. مخاطبین عزیز از شما ممنونم بابت همراهیتون، خیلی متشکر بابت اینکه مشاهده میفرمایید، کامنتاتون انتقال میدید. امیدوارم که در گفتگوهای بعدی باز هم کماکان میهمان دریچه موبایلتون باشید. درود، خدا نگهدار.